بیانیه مشترک جمعی از فعالان در اعتراض و محکومیت حکم اعدام شریف محمدی فعال کارگری. حکم اعدام شریف محمدی باید فوراً لغو گشته و بدون قید و شرط آزاد شود. فعالان جنبش زنان، فعالان سیاسی و مدنی، دادخواهان، فعالان و آسیب دیدگان انقلاب زن، زندگی، آزادی. خبر صدور حکم اعدام برای شریف محمدی همچون هر حکم اعدام که صادر می شود، خشم همه ما را برانگیخت. جمهوری اسلامی به جایی رسیده که هر گونه مطالبه گری و اعتراض را با شدیدترین سرکوب ها پاسخ می دهد تا شاید از بحران هایی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که خود مسبب آن است بگریزد. این اولین بار نیست که حکومت با شکنجه و اعتراف گیری اقدام به پرونده سازی امنیتی برای فعالین و صدور حکم اعدام می کند تا با ایجاد ارعاب و اختناق اعتراضات موجود در جامعه را خاموش کند یا از اعتراضات احتمالی جلوگیری کند. اما دست گذاشتن روی یک فعال زن و مدافع حقوق کارگران بدین معناست که حکومت اسلامی قصد دارد با صدور این حکم شنی از زنان که در جنگ علیه زنان کوتاه نمی آیند و مقاومت می کنند، با گسترش بیهجابی سراسری همچنان قدرتمندانه یک پای اساسی انقلاب زن، زندگی، آزادی اند، همواره در صف مقدم اعتراضات برای سرنگونی انقلابی حکومتند، انتقام بگیرد. همچنین از کارگران که با اعتراضات و اعتصابات همواره اکثریت مردم بی حقوق را نمایندگی کردن زهر چشم بگیرند. بدین ترتیب حکومت با این حربه جامعه را نشانه گرفته و تلاش می کند از پیشروی انقلاب زن، زندگی، آزادی جلوگیری کند. بدین وسیله ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می‌داریم حکم اعدام شریف محمدی قویاً محکوم است و باید فوراً لغو شود. شریف محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده و باید فوراً و بی قید و شرط آزاد شود و پرونده امنیتی و قضایی او مختوم اعلام گردد. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکومیت هر گونه پرونده سازی برای شریفه محمدی تأکید می کنیم مطالبه گری، اعتراض، اعتصاب، عضویت در تشکل، عضویت در حزب سیاسی جملگی از حقوق ابتدایی انسان قرن 21 است و ما از تمامی این حقوق قاطعانه دفاع می کنیم. ما از تمامی مردم آزادیخواه به ویژه از زنان و کارگران می خواهیم که به مبارزه خود قدرتمندانه تر ادامه دهند، چرا که روش مقابله با ایجاد ارعاب و اختناق تنها و تنها مبارزه مستمر، اتحاد و همبستگی بر پایه اعتراضات و اعتصابات است. ما امضا کنندگان این بیانیه از داخل و خارج کشور، تمامی سازمان‌های بین المللی به ویژه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌خواهیم که به صدور حکم اعدام شریف محمدی رسیدگی کرده و نه تنها جمهوری اسلامی را برای صدور این حکم شنیع محکوم، بلکه برای لغو آن دست به اقدام شوند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اعدام قتل عمد حکومتی است، نه به اعدام زن، زندگی، آزادی. امضا کنندگان فرشته دیدنی، فعال حقوق زنان، ایران. لیلا میرغفاری، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، ایران. حدیث صبوری، فعال حقوق زنان، ایران. راحله احمدی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، ایران. پوران نازمی، فعال حقوق زنان، ایران. یاسمن آریانی، فعال حقوق زنان، ایران. فریبا اسدی، زندانی سیاسی سابق، ایران. ریحان سعیدی، پزشک و کنشگر اجتماعی از فعالان انقلاب زن، زندگی، آزادی، ایران. رها احمدی، مدافع حقوق زنان و کودکان، ایران. سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، ایران. خدیجه مهدیپور، فعال سیاسی، ایران. کوکب بوداغی پگاه، فعال صنفی معلمان، ایران. محبوبه فرحزادی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، تهران، ایران.
فرنگیس مظلوم، مادر دادخواه سهیل عربی، زندانی سیاسی در تبعید، ایران، نصرت بهشتی، معلم بازنشسته، فعال جنبش زنان و کارگری، ایران، سهیل عربی، زندانی سیاسی در تبعید، کارگر دادخواه، ایران، نرگس ظریفیان، فعال حقوق زنان، ایران، نادیا بهاری، فعال حقوق زنان و کودکان کار، ایران، برزان محمدی، زندانی سیاسی سابق و دادخواه، ایران، شیرین شمس، از مسئولین تشکل انقلاب زنانه، الهام مدرسی، از فعالان و آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی، کیوان صمدی، از آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی، ایوب عبداللهی، آسیب دیده چشمی انقلاب زن زندگی آزادی، پارسا قبادی، آسیب دیده چشمی انقلاب زن زندگی آزادی، پیام سلمانزاده، عضو خانواده دادخواه آبان 98، مهدی شهبازی، عضو خانواده دادخواه آبان 98، لادن بازرگان، از خانواده های دادخواه دهه 60 شمسی، مهشید ناظمی، فعال حقوق زنان، علی قلیلو، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، آوین مصطفی زاده، کنشگر حقوق بشر و زنان، شیلان میرزایی، فعال سیاسی، مهناز ساقدوش‌پی، فعال حقوق بشر، شهرزاد کنعانی، فعال حقوق بشر، ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف، شاپرک شجریزاده، فعال حقوق زنان، عظمت اجدری، از خانواده های دادخواه هواپیمای اوکراینی، فاطمه اختصاری، شاعر و نویسنده، سبا آلاله، روانشناس بالینی، روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی، مهسا پیرایی، دختر دادخواه مینو مجیدی، از کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی، اشکان سلیمانی، زندانی سیاسی سابق، مرجان اروندی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان، آذین رضایی، فعال حقوق زنان، ندا میرزالو، فعال مدنی و فرزند جانباخته جنگ ایران و عراق، بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، حسین اشتری، آسیب دیده چشمی انقلاب زن زندگی آزادی، ماریا محمودی، همسر دادخواه محمد فرامرزی، جانباخته راه آزادی، شعله پاکروان، مادر دادخواه ریحانه جباری، فریبا برهانزهی، فعال حقوق زنان و اهل بلوچستان، آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، نصیبه شمسایی، فعال حقوق زنان، مینا خانی، فعال حقوق بشر و فمینیست، جوانا تیمسی، همسر دادخواه زنده‌یاد محسن مظلوم، مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، ملیکا زر، مدیر اجرایی شبکه شش رنگ و کنشگر جامعه LGBT+، ملیکا آمینا، هنرمند و فعال حقوق زنان و حقوق رنگی کمانی ها، ماه منیر ندیم، خواننده و مدل، فعال حقوق زنان و افراد دارای معلولیت، شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی، ساناز صفائی، هنرمند و فعال حقوق زنان، فریبا بلوچ، برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع 2024 از سوی وزارت خارجه آمریکا، کوثر افتخاری، آسیب دیده چشمی انقلاب زن زندگی آزادی، شهناز مرتب، عضو انجمن خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی، مریم نمازی، فعال حقوق زنان، اعظم بهرامی، فعال حقوق زنان و محیط زیست، کیان آذر، دبیر سازمان جوانان کمونیست، یاسر الوندیانی، آسیب دیده چشمی انقلاب زن زندگی آزادی، نسترن پایداری، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان، شهلا دانشور، سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی فریدم ناو، مراد معلم، سخنگوی جبهه ملی ایران، مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، مدافع حقوق زنان، ساره صدیقی همدانی، فعال LGBTQ و حقوق زنان، گلین شیرزاد، فعال حقوق زنان، شهلا انتصاری، کنشگر مدنی، ناهید حسینی، اعضای هیئت مدیره شبکه زنان ایران برای برابری پایدار،
فریبرز پویا، فعال حقوق سکولار و برنامه نان و گل سرخ، ساسان چمن آرا، زندانی سیاسی سابق. شادی صدر، حقوقدان و مدیر اجرایی عدالت برای ایران. الناز سربر، فعال حقوق زنان. غزال معتمد، سینماگر و فعال برابری جنسیتی. مدیس توکلی، سایکوتراپیست، سکسولوژیست، درمانگر تروما.